از این آزمایش هم ما تأثیر در واقع هاش مثبت و هاش منفی رو که داریم روی تغییرن میبینیم و برگشت هزینه واکنش هایی که عملا داریم متوجه میشیم، یه جورایی در واقع مادهی برای شناسایی محیط اسید و بازی هم است. چون شناساگرهای رنگی برای اسید و باز در محیط های مختلف رنگ های مختلفی دارن، چایی هم انگار داره چه به ما نشون میده. اصلا بعضی اصاره گیاهان تو گیاه های مختلف رنگ های مختلف دارن و ما میتونیم که اینو اینجا عملا با چایی هم ببینیم. در مورد چای اگه نگاه بکنیم، ما از چای سبز و در واقع سیاه لاهیجان که گفتیم استفاده میکنیم، بخاطر اینکه اصاره در واقع اسانس و مواد شیمیایی چیه کمتر داشته باشه نداشته باشه. از چای بازاری هم استفاده میکنید، چای تو معطر فلان تغییر رنگ رو نشون میده، ولی خب کمی تغییر رنگ ها فرق خواهد کرد بسید اینکه چی به داخل چای زده باشن. همین کار رو میتونیم با چای در واقع تی بگ انجام بدیم. تی بگ ها چای کیسه ای معمولا از پاکه چاییه که معمولا کیفیت بالایی ندارن و بهش ممکنه مواد موان چه رنگ کننده اضافه بشه. واسه همین باز اون محدوده تغییر رنگی که واسه چای طبیعی میبینی ممکنه واسه این چیه با اون خلوط مشاهده نکنه. به عنوان اسید و باز ما اینجا معمولا میتونیم از چای معمولی هاش سیه یا هاش روزه چای استفاده کنیم، بگه از هاش روزه چای استفاده میشه. برای باز هم میتونیم چیه از انا هاش روزه میدوسته استفاده کنیم. اجازه بدید با اولی شروع کنیم. این چای سیاه لاهیجان کم کشیده آماده یه مقدار این رنگشو الان بس ببینیم، یه مقدار بهش این بازو از انحلال NaOH در آب بیا شو کاملا تیرش با چند قطعه که ریختم با این رنگ اگه مقایسه بکنید چه تیرگی رو توی چه میبینید بیشتر بریزیم تیره تر هم میشه. نمیخوام بیشتر بریزم بخاطر اینکه بعد کنسا کردنش سخت تر میشه. الان وقتی بهش اسید اضافه بکنم، اول چند قطعه اسید سطح کنسا کردنه باز میشه، بعد از اون شروع میکنه چیه روشن شده بیشتر اسید. ببینید جایی که اسید ریخته بود روشن شدن رو به وضوح می‌بینید. من دوباره می‌بینم. ببینید و چی الان کاملا روشن شد. خب پس ما می‌تونیم با تغییر pH محیط رنگ چای رو چیه تغییر بدیم. ببینید استاره همون استاره است. آدم فکر می‌کنه این چای چیه رقیقه، ولی خب کلی اصلاحی توش میشد زبان. حالا اگه دوباره خواستیم بهش باز اضافه بکنیم بازه درسته؟ بازه ببینید جایی که باز قرار گرفته کاملا تیره است. الان شد چای بسیار پررنگ، واکنش برگشت. دوباره بهش باز اضافه بکنم، اسید اضافه بکنم، دوباره چیه؟ می‌خوام این بار اصلا آب بیارم. اون یه سطح رنگ داره، صابون می‌خوام. با یه بار دیگه این کارو انجام میدم. یه بار دیگه بند می‌ذارم با سلیم، چون این اسید بازش خیلی جدیه. خب اجازه بدید من دوباره بهش اسید اضافه کنم. ببینید اسیدی که من دارم از این گوشه اضافه کنم. از همون گوشه شروع کرده چی روشن کردم. خب هم می‌ذارم. ببینید چای کامل
دوباره اضافه بکنم، دوباره خوردن. پس این نمادی از واکنش های برگشت پذیره. Meanwhile خیلی سوانی هست. بازم اضافه کنم این یک مقدار رمندش فکر کنم فرق کنه. اینو میتونی تایید کنیم بفرستی واسه انتشار. نیکم خیلی هدفی اسپانسر بودم. اگه تحویل نگرفت جایزه نداد به شما یه مقدار روش اسید بریزید دوباره روانه کنید. دوباره کنید خیلی کنید خیلی کنید باز بیشترم بیزید کسرهایم باش بفرستید. حالا جالبه بچه ها توی چای سبز الگوی تغییر رنگش یکم متفاوته. یعنی وقتی که از یه حدی غلیاییتش بیشتر میشه کم رنگ میشه. من اینو اضافه میکنم. حالا اون اسید داره الگوش تغییر کرده. ما کسری نکنم. یعنی ما با چای در واقع تیره دیدیم که با باز تیره شد، با اسید روشن شد، اما الان اینجا با باز یک کم تیره شد، با اسید بیشتر تیره شد. اگه این چای ترش بود الان از یه اسید بیشتر میزنید تا تو ترش. اینی که دست کیان دلیلش چیه؟ والا چای علاوه بر کافئین ترکیبات دیگه هم داره. چای سبز که تخمیر میشه چای سیاه فرق میکنه. ظاهرا موادی که تو اینن الگوی به اصطلاح به هم کنشون با اسید و باز فرق میایم اینو داخلش قرار میدم. البته رنگ خود این ماده میتونه روی این اثرگذار باشه. یعنی بهترین حالت همون چی الکترودی که ما میگه، ولی تقریبا خب به من میتونه بگه وقتی آبی شد. حالا ما فرض میگیریم پهاشش دوه. تو پهاش دو یه پهاش خیلی خیلی اسیدی، این روشنه. حالا بهش اینقدر باز اضافه میکنم که این بیاد چیکار بکنه. اینو میتونم ولی کاغذ اضافه بهتر راحت این باز نگاه کنید بچه ها الگو رو. این الان تیره شد. اجازه میدید با یه چیز دیگه پهاش اینو ببینم. ببینم این الان چی بود؟ یه مقدار بهش باز اضافه کردم. باز اضافه کردم. این چای سبز هنوز. چای ترش هنوز اینجا دیگه. هنوز سر سبزه. آره. بعد نیم ساعت برعکس برعکس. باز شد. چند؟ یا 13 یا 14. بله بله. محیط بازی. حالا ظاهرا بیشتر که می‌بینی روشن‌تر نمیشه یا من زیاد اضافه کردم؟ حالا اجازه بدید من دوباره یه ذره اصلا کنم. این کار میتواشه ای بزنید داخل مرد و بعد همزمان اسید بریزی بعد همزمان رنگش تغییر کنه یا فرق بسرعت داریم هنوز اصلا نمیشه. روشن شد. دیگه شد چای قهوی باشه. روشن شد. ما الان یک نوشیدنی گرم جدید کشف کنیم. ببینید الان این باید مهم چیه؟ اسیدی. خب یه مقدار باز اضافه کنم ببینم این چجوری جواب میده. بچه ها به شدت تیره شد. چای سیاه نه سبز شد. سبز شد. این شد خیلی سبز بچه ها. خیلی سبز برای این تبدیل بچه این لجنی خیلی سبز این احتمالا کمی اسیدیه بهاشش اول سر. اجازه قبل از که استفاده بکنیم من کم اسید اضافه بکنم بهش دوباره. قرمز اینه میشه نه 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 شیشه نمیگه آه داره برمیگه قرمز
بچه ها بیم برگشت نمیره اونا نمیره ببینید کاملا برگشت شد چه قرمز رنگ الان باز یه خورده بریزم فکر کنم با یه خورده سبز کمرنگ میرم میشه دست دست غیر و این یه جوری قرمزش بدیه این سبز کمرنگ هم توش نمیمونه بیشتر میخواد اضافه کنیم این الان تیره تر شد شده در واقع آلبالویه توی تون یه مقدارم بریسم سبز شد باشه اینو میتونید جای چای سبز کم بهش آب اضافه کنیم با مال چای سبز ترش ایشون به عبارت میکنه 14 تو پیاش خیلی در واقع زیاد باشه خیلی قلیایی کاملا به رنگ سبز داره لیکن بیشتر بود اینم آزمایش جالبی بود تغییر رنگ چایی ترش رو دیدیم ببینید چقدر به پیاش اینا دارن تغییر نشون میدن بالاخره آخر سر میریم سراغ چایی بازاری میشه معمولا کمی افسودنی به عنوان چیه رنگ و اسانس بهش افسوده میشه ببینید تاثیر اونها چگونه است یه مقدار باز چای تیره شو بله از پشت مزه یه مقدار اسید اون چیه کجاست که داره که میگیره Please stand by We have technical problems. یه مقدار رنگش به روشنی رنگی که با چای لاهیجان بود چیه؟ نیست. من احساس میکنم نمیرسه انگار کمی لجنی تر شده یه کوچولو ولی با همجور روشنتر شده اما چیه؟ خیلی سریع اما تیره میشه چون پتانسیل تیره شدن رو داره البته این چای هم از چای های صادراتی ما هستن و داره کیفیت بالایی هستن چای نوبر دیفرنت اپیزود جون میگی جون میگی اما قرارن ما زدن حالا پیاش میارم دیگه نمیخواد دیگه پیاش میارم دوباره آی نیچرا اسی تموش دیفرنت دوباره تغییر رنگ بچه‌ها دوباره تغییر رنگ پس این تغییر رنگ ها رو بارها و بارها میتونیم چه مشاهده بکنیم جان چنل یوتیوب چی یوتیوب چی